دولت نیوزلند اعلام کرد که قوانین مقابله با سخنان ناشی از نفرت را تقویت می کند و قانونی را برای جرم انگاری اظهارات ناشی از نفرت تصویب خواهد کرد. الجزیره گزارش داد که پیشنهاد تقویت این قوانین از سوی کمیسیون تحقیقات سلطنتی درباره حمله تروریستی به مساجد کریستچرچ ارائه شده است. این کمیسیون اعلام کرد که تغییراتی در زمینه سخنان ناشی از نفرت و قوانین کیفری در نیوزلند لازم است، زیرا قوانین فعلی در برابر این نوع جنایات ضعیف است. به گفته کمیسیون تحقیقات سلطنتی، مجازات‌های بیشتری برای کسانی که مرتکب جرایم ناشی از نفرت می‌شوند لازم است و افرادی که به نفرت عمدی از طریق تهدید یا اعمال خشونت دامن می‌زنند باید نتیجه کار خود را ببینند. بر اساس این گزارش، همچنین قرار است مردم این نیوزلند برای ارائه نظرات خود در قبال قوانین پیشنهادی که می‌تواند منجر به تقویت انسجام اجتماعی شود تشویق شوند. البته برخی بر این باورند که تغییرات شدیدتر در قوانین سخنان ناشی از نفرت مانع از آزادی بیان عمومی می شود، اما مقامات دولتی برای سختگیری‌های بیشتر در این زمینه عزم خود را جذب کردند. حمله به مساجد کریستچرچ در سال 2019 میلادی که در آن برنتون تارنت 51 نفر را در دو مسجد به قتل رساند منجر به ترغیب مقامات نیوزلندی برای اتخاذ چنین تصمیماتی شده است.